مادر بزرگی مادری ماریتا رز از اطرافیان زل سلطون هم نوشته که از قرار احوالاتشون دست کمی از احوالات سلطان نداشته. مادموزل صبا آه بون تو کمپران لفرانسی سی تری بیان براوو الور تی ها کمپری سو که جه دیجا دی اونجایی که برج برج کوا برج مادموزل گاهی اوقات برج برج تول تام برج سی کوا برج شما نمیدانید برج یعنی چه؟ زنده باشی؟ پاینده باشی؟ اسماعیل میرزا زبان مادریشون را فراموش کردن؟ نمیدانن برج یعنی چه؟ برج به فرانسوی؟ برج ایلی فوستول بیلا؟ دورش کنید جومکسو سیلو پیلی برج میگم که حالا که همه چی به خوبی و خوشی تموم شد دیگه کجا؟ دارم میرم. اگر در رابطه با اون مسئله چیز دارین اونها همش یه حادثه بودا الان امنیت برقراره. آره بله دولت دوست ما بریتانیای کبیر باید حمایت خود را از ما عیان سازد. باید شرایط رو مهیا کنید تا ما خودمان را ظاهر کنیم. اینطور اگر اینجا ببانیم به پیسی میفتیم با این اوضاع. ما حمایت میکنیم با قوه و قدرت عاجزانه ای که داریم تدارک فوق‌العاده خواهیم دید. آره بدون فوت وقت به فوریت با همون سیاه و با همون نظم و تدارک 5 فوج پیاده نظام، چندین هزار سوار نظام، با چندین اراد توپ اتریشی، آره و چندین اراد توپ های صحرایی و کوهستانی. تفنگ دست همه خواهیم داد. اگر 7-8 هزار باشند کافی است. آره کاری خواهیم کرد که بجز دوره ولی عهدی جد کبیرم مرحوم زنده یاد نایب سلطنه عباس میرزا هیچ فوج و قشونی با این نظم در ایران زمین حرکت نکرده باشد. و اما ما برای احوال پرسی شما بماند برای بعد در کاخ صاحب برانیه. اونجا شرفیاب میشوید و با صبوری احوالم را میپرسید. آخه شما چرا ما رو خانوم بگیم زلی جون بره بمونه که زحمتی یه اون به بادی فنا نره. ماما این به داغا جون آی گل گفت منم هم همینه میگم. خانممون گفته باید ما واضح باشیم که دوستامون خوب باشن. چیزا میگم حیفه یه حرفایی نگفته بمونه ها، یعنی چیزه ما همیشه چوب این دلمونو میخوریم. ببین آخر عاقبت شاهزادگانی قجر به کجا رسیده که هر کس و نو کسی تو زندگیش دخالت مارو بابا قجر بیچاره شد. چاره اینه که من بهت میگم پیره من، تو قبل از هر چیز این تحفه که آورده تو این خونه برش داری این خونه ببرش بیرون. بابا علی نوکر میشناسی؟ البته اینو معذ اطلاع جناب علی عرض میکنم که خیالت راحت بشه. امارت اشبهش به بانوی عظما و بابا علی یه پسر داشت داره اسمش چی بود؟ محمود. که غریبه نیستی محمود آقا؟ اینجا اصفهان است به چترون. ای بر منکرش لعنت. بابا راستی حبس این بنده خدا تموم نشد نه؟ بابا شریکت تن ناسلامتی خوبیت نداره پس برای پشت سر طرف و حدیث میزنن ها. اونقدی هست که هممون قانه بشیم دوش نکن. عاشقت هم شازده جوونی ما پایین داره.
دو دفعه جنبت گفتم بالاخره یه روز این خر خرده میجوام بدای خشمت بشن فاروخ فاروخ بابا. سرانجام خانمی دکتر فریبا با اون چه که وهم و خیالی من میدونست روبرو شد. احوال پرسی طبیب قنصلخونه به جهت اطمینان دولت دوست سلامتی سلطان فرصتی برای داوود شده بود تا شرایط رو به اون شکل که میخواست پیش ببره. خانم دکتر فریبا تلاش میکرد راهی برای گریز از اون چه تو خونه قجری دیده بود پیدا کنه و تخصصش تو این راه کمکش میکرد. امان داری سیاحت میکنیم در لباس مبدل. شعباس شعباس بده برم پوله بدم بده برم پوله دیونه اونجا گیر کرده ما. هر شخصیت شیزوتایپال الزاماً اختلال شخصیتی نداره. خیلیشون آدمای روشنفکری هستن. حتی اعتقادات ماورایی دارن مثل اعتقاد به تلپاتی. یا اینکه رویای انتقال به زمان آینده رو دارن یا خاطرات زندگی‌های گذشته. بعضی‌هاشون هم دچار تجربه ادراکی میشن یعنی پچ پچ میشنون یا چیزایی که ما نمی‌شنویم. خانم دکتر چراغ قرمز. بله، به هر حال زیر این پوسته نامتعارف ممکنه که یک مکانیسم شناختی به اسم بازداری زدایی وجود داشته باشه. و اصولا کسی دچار بازداری زدایی میشه که نتونه با حجم اطلاعات غیر مفید و اغلب فری که بهش وارد میشه از اونها صرف نظر بکنه، حتی اگر مربوط به زمان حال نباشه این اطلاعات. چراغ سبز خانم، ببینید به خصوص این روزها که این حجم اطلاعات هر روز و هر ثانیه داره به ما وارد میشه، نمیتونیم مقابل این همه اطلاعات صرف نظر بکنیم و مقاومت بکنیم. خانم دکتر حرکت کنید. یعنی نمیتونیم جلوی این همه اطلاعات مقاومت بکنیم. ما فیلترهای ذهنی داریم. لیتن اینهیبیشن. خانم دکتر خواهش میکنم. راه بیافتین، دارن بوق میزنن. بله. لیتن اینهیبیشن یک فیلتر بازداری صدایی نهفته است. شما متوجه شدید من چی گفتم؟ خبره چه درست نومه تب نکردن؟ یعنی میگوی فکرش مشغوله دختر اکبر آقا شده؟ ندیده با نشناخته؟ آبالا سر قبری من؟ آچرا اینقدر تو ساده ای؟ آچرا پسرت باشه کرده تو کفشی من در بیارم نیست؟ با من باشد میگم همه چیزه میدونه. صبر نکرد که از کمالات دختر اکبر آقا براش بودن؟ چی چی ها میگوی میدونه؟ حکایتی سنگو قبر و زیرش رو همه رو میدونه. نه بابا چی چی میدونه، همش اینجا حبسه. میدونه خودت بهش میگفتی بهتر از این بود که از زبون غریبه بشنوه. از من گفتن آقا بزرگ این جوونه امروزه آخه شما خبر نداری که جوون که امروزه دیروز نداره، اسمش جوونه. آقا شما به وقتی جوونی بهت گفت آقا بزرگ؟ یعنی میشه تو رختی دو مادی ببینمش؟ شبی دو مادی گفتاد چه علم شنگیم را انداختی با دیدن من. منم شبی دو مادی بهش میگم با من باشه میگم همه چیزا میدونید. آقا بزرگ میگه شماره دیده؟
شخصیت های شیزوتایپال به شکل های مختلفی وجود دارن. بعضیاشون واقعا تفکرات ماورایی دارن و مثلا شما نوآهنگساز فکر میکرد که بتوون از توی قبل با اون ارتباط داره. یه سری تجربه های ادراکی، اوجاش در ادراک. یا اینکه دیکنز فکر میکرد که شخصیت های داستانیش به اون حمله میکنه. اینجور افراد پارانویا دارن، یه جور سوء تفاهم شدید، یعنی فکر میکنن محیط، جامعه، حتی اشیا توطئه میکنن که به اونها آسیب برسونن. شیزوتایپال. بله؟ شیزوتایپال. ایشون کی باشن؟ من، شما، دیکنز که شخصیتاش دنبالش میکردن، شمانی آهنگساز که با بتوون تو قبر در ارتباط بود. بگو من بتوونش آشناس. گفتی تیتی تاپال؟ شیزوتایپال یه بیماریه، من و شما بهش مبتلایم. فکر کنم آقا بزرگم مبتلا بوده، آقا بزرگا اونم مبتلا بود. به کجا مربوط میشه؟ سلاتون که نیست. نه دیگه، همین که شما آقا بزرگا میبینین، من شاه عباس رو تو لباسی مبدل میبینم، همین که یه آدمی مثل زل و سلطون رو میشه دید اینا. من گفت مرز؟ دوباره چه اسمی اینا مسلمان آوردی؟ مگه بد نگفتم اسمی اینا نیار؟ مگه چند بار بدی حرفو به تو بزنم؟ مگه نگفتم اسمشم که بیاری معصیت داره؟ چرا باید آقا بزرگ و گوهر اینجا خاک کرده باشن؟ تا دندت نرم شه. چیزی دیگه نبود که بهش گیر بده؟ فقط همین دو تا سنگ قبل؟ جا تو رو تنگ کردن؟ نه ترس، من جا برات گذاشتم. نگفتم میدونت؟ هرچی هم هرچی گفته از خلاف گفته، از رو دشمنیه. زمانی احمد شاه آخرین سفری فرنگی شازده بودست که قرار بودست آقا بزرگم تو رکاب باشه، ولی مریض احوال بودست و طبیب مثل این که وساطت میکنه، درسته؟ حسین خان آزاد طبیبی خاصه. حضرتی والا ازش حرفشونو میداشت، رقیب بود با آقا باشی. اون موقع که اصفهان نبوده، امارتی مسعودیه بودی تهران. حضرتی والا خونه نشین شده بود. چه چی چی؟ داستانی که شما داری تعریف میکنی درست در نمیاد. آقا بزرگم امارتی مسعودیه بوده تهران. اون نامرد گوهر خانمه نیجر میداره، آقا بزرگ یا براتو یه با یه مش خرتا پرت راهی میکنه به اصفهان. آقا بزرگ اصفهان نرسیده. گوهر جان. پس اینجوری گوهر امونت میمونه. اون خرتا پرتام امونتی زل و سلطانه ها. چطور شد آقا جون؟ برم قرصا دونه بیارم؟ نگفتم میدونه؟ ها؟ چکر شریک. به جونی داوود آقا جونم خونه است. این همه رو نیومدم مهمونی گل پسر. سلام گرم خدمت آقا جونت برسون، پیش استاد منتظرتم. بودو. دوباره چی تو شده؟ یه کامیون عسل و مربا تو راه اگه دست به جون بونی. نمیتونم. چه شده باز دوباره امروز؟ منا بیمارم. بیمار. همین امروز زد بیرون؟ همسر آینده آدمش خانم دکتر معلومه دیگه، منم بودم امروز شدم بیمار. بجون. دارم جدی میگم داوود. به جد با بیماریت هماهنگ کن، امروز خودشو مخفی بکنه. عقل سالم در بدن سالم، اصلا امروز جواب نمیده. بذار سلام گرم خدمت آقا جون. باشه برو اونجا وایسا معلوم بده. آه خوشم اومد، قربون آدم چیز فهم. دست به جنبور بودو پسرم. بهترین آقا جون. میگم که نگوی نگفتا مرد. هر چیزی رو وقتی که به خاک بسپری محفوظ تره. بعد از من تو باید خونه رو حفظ کنی با همین دوتا سنگ قبل، بدون کم خاص، همین طوری کم. ایشون فکر میکنه که توی چه زمانیه؟
اواخر جنگ جهانی اول و اواخر قاجار. یعنی الان فکر میکنه جنگ جهانی اوله. ببینید جای روایت شده که زلو سلطان با اردوی منظمه و چه و چه و چه به سمت تهران رفته باشه. نه اون موقع زلو سلطان ایران نبوده. در واقع روایت شده که برای جلب حمایت انگلیس ها رفته بوده فرنگ. اون ازش حمایت میکنن؟ انگلیسی ها بعد از جنگ دنبال یه دولت قوی اما دست نشونده میگشتن. از طریق زلو سلطان؟ زلو سلطان هم یکی از گزیناشون بوده. ولی اونا اول میان وسوق الدوله رئیس الوزرا میکنن. بعدش هم جریان کودتا و رضاخان میرپنج و انقراض قاجار. حالا ایشون ظهور کردن که از این انقراض جلوگیری بکنن. شما اینجوری فکر میکنه؟ زلو سلطان شما اینجوری فکر میکنه؟ خب منم نگرانیم. همینه دیگه، هویت واقعی این آقا. ببینید این فرد شخصیت شیزوتایپال داره. این افراد به خاطر یه حادثه، یه فشار روحی، یه ضربه خیلی شدید که بهشون وارد میشه، در واقع از زمانی که توش هستن بیزار میشن. بعد یه قالبی رو در گذشته انتخاب میکنن. بعد با یک سری عملکردهایی سعی میکنن که مسیر رسیدن به اون واقعه رو در واقع تغییر بدن. اینجوری فکر میکنن به زمانی که توش هستن و ازش بیزارن نمیرسن. البته همه اینها ناخودآگاه اتفاق میفته و بیمار توی اونها هیچ نقشی نداره. شما که اونو دیدین، ظاهرش، گفتارش، حرف زدنش؟ خب شباهت ظاهری انگیزه خیلی خوبیه. شما خیلی شبیه احمد شاه هستید. البته این شخص به واقعه تاریخی که ازش صحبت میکنه آگاهی کامل داره. حتی ممکنه از نوادگان زلو سلطان باشه که توی قالب جدش فرو رفته. این بیماری قابل تشخیص و بررسیه. البته من انگیزه اهالی این خونه رو واسه شدت بخشیدن به این بیماری نمیفهمم. اونم به قیمت گزافه به خطر افتادن جون بچه. یه آقای اونجا بود خوش قنصول معرفی میکرد. واقعا خارجی بود؟ با این توصیفی که شما میگوین همه تو اون خونه شیزوتایپالن. ولی همهشون به عملکردشون آگاهی کامل داشتن. به خصوص اینکه صحبت یه معامله‌ای بود که البته به من مربوط نمیشه. اون معامله به منم مربوط نمیشه. به هر حال چنین بیماری باید تحت درمان مستقیم قرار بگیره. اول باید شخص رو با زمان واقعی آشتی داد، یعنی اینکه اون رو به قالبی که توش رفته آگاه بکنی. بعد اون رو در زمان حال قرار بدی، البته نه تو خونه‌ای که این حالت رو توی اون تشدید می‌کنه. توی شما هم زمینه این بیماری وجود داره. پیشنهاد میکنم که رابطتون رو با اون خونه و اهالی اون خونه قطع بکنید. اجازه میدی به زمان حال برگردیم؟ آقا داوود، من نیستم. اصرارم نکن. نیستم. همین. خانم دکتر فریبا جونتون رویت فرمودن و تموم. آدم همسر آینده‌ش رو بر نمی‌داره بیاره پیش زلی جون. حالا آور، ما هم که تحویلش گرفتیم. عوضش چی؟ همه که قرار نیست همسر آینده‌شون روان پزشک باشه. مردم کار زندگی دارن، شیش با خونه جگر خوردن واسه یه پروژه. نیستی؟ باید بیای. تا اینجاش اومدی تا آخرش هم با هم دیگه میریم تا تموم بشه. برا من تموم شده است. خودت میدونی و پروژه‌ت. قاب و قده و گلاب‌پاش، تشت مسی آبریزش نقره. بدون حرف و حدیث بلند میشی با من میای. برا من تموم شده. ببین دادا، من نیستم. ببین داداش گلم، من یه سری میرم سر اصل مطلب. این که عاشقی و سرت گرمه و حالیت نیست، بکنم. اینی هم که من دلم میخواد یه چیزی به تو بچربه، یه نونی از این وسط ببری هم بکنم. پروژه الان لنگ توه، بخوای نخوای میبرمه. دوباره یکی باید خیانتو گردن بگیره؟ صد دفعه بهت گفتم، اون قضیه یه اتفاق بود و تموم شد. رو قبر تاج؟ شکر استادم هستیم، خدا بیامرزتتون. ارادت من اون قضیه تموم شد، رفت به کارش. الان شازده رام شده، میگه به شرطی زاغه رو رو میکنم که زلی جون رو بفرستیمش بیرون. خب رفتش به من. آها، شما تشریف میارین یه سه چهار ساعتی این بابا رو خودت میبری بیرون. این هم که کلن شیرین میزنه. باش گرد توی کفش میبن زلو سلطانم. شما هم زلو سلطان نگرش میده تا جار جنجال نشه و تمام. برو دنبال یکی دیگه بگرد، من نیستم. آخه رفیق گلم، برم دنبال کی بگردم تو این هیرو بیر بگم یه زلو سلطان رو ازش نگهداری کن؟ پس فردا واسه من شاخ نشه، بامبول در نیاره. تازه یه سوال هایی هم از راجب آقا بزرگت که هنو نپرسیدی. درباره آقا بزرگ چی با حرف زده؟ آها، میخوای بشنوی خوب میشنوی بلا. چی میدونی؟ به قدر کفایت. خودت پا شازده ای پسر. درباره امونتیه؟ اون دیگه به وقتش نیستم. هستی جونو سوش، خوشگلم هستی، حالیت نیست، بیای واسه بگم.
کجا ببرمش؟ واسه ببریش جای پرت. کجا؟ مطب خانم دکتر فریبا مونینا بهترین جاست. دیوونه است. هرچی که اونجا میکسی به شک نمی کنه ازش پرسجو بکنه. بعدم مراحل درمان و مشاوره و شما هم که عشق خواهد. آره. وقتی که نایمت بیرون چی؟ میاد ملو هم میاد. یه خود تاریخ ماریخ باید واسهش به هم ببافی. بعدم میبریش بیرون گشت و گذاری بزنه. یه بار اوضای شهر دستمون بیاد ببینیم دنیا دست کیه. میرزا رضا کرمانی رو واسهش تعریف کنیم، لباسا رو هم تنش نکنه بیاد بیرون کار دستمون بده. دیگه ترور و شاپدلوزی و ناصرالدین شام و اینا و آره. It's okay. بله. تو جریانی آقا جون از کجا فهمیدی؟ آفرین. مستر جورج؟ سروش. سروش؟ مستر جورج. I know سروش. Who's my friend? آه یس، داداش ده نیار، بله. خونه. مستر که بعد بخور. بخور. آقا نقی؟ بله آقا. شازده گفت شما مرخصی. باشیم بی بلا. ترس که دست خود یادم نیست که آقای شازده میخوان جواب میکنن که آقا خدای ما بزرگه. ولی یادتون باشه. منم شیش سر آهل نون خور همین پادوی کردنی جناب شازده. انشالله یه کاری دیگه پیش میاد. اگه هم اینجا کاری باشه خودی شازده خبره دون میکنه. باشه آقا، ما نوکری هرچی امر کنن همون اطاعت میکنم. آقا نقی. بله. این توفنگم ببر تو زیر زمین، یه جا تو پسر جای گم و گورش کن. چشم. ببرمش تو زیر زمین گوش موش آقا یمش میکنم. خوبه؟ دستت درد. هرچی شما امر بفرم. آقا نقی. بله. اینه که دم بزن. نیست؟ نه دیگه نیستن که صدا سامشون رو بشنه. شما این قیافه؟ بله. من همچه شما یه جور دیگه میدیدم. بفهم آقا. ببخش. خداحافظ شما. خداحافظ. چرا میخوای زل سرتون باشی؟ کسای دیگه هم بودن، چرا زل سرتون؟ ما جای خودمان تکیه زده ایم، نه کس دیگر. پس چرا زل سرتون؟ مرحوم شاه بابا خدایش بیاورده نور به قبرش ببارد، مسعود میرزا را به ذل السلطان ملقب فرمودند تا تکلیف باشد برای امروز که وجود مبارک در میان ما نیست، تا مخلوق و مملکت از سایه مبارک حضرت ایشان محروم نماند. اینطوری فکر میکرد که ذل سلطان ولیعهد میشه ها؟ درباری فضول ولیعهدی از مادر قجر میخواست. مصلحت آن روز دربار بود تقدیر ذل سلطان پادشاهی در این روزگار است.
ولی زل سلطون هیچ وقت شاه نشد. مردک زبان سرخ سر سبز میداد برباد. من میخوام کمکت کنم. کمکت کنم. My money is ready. حرفی برزه؟ حرف حساب میزنه، میگه پول هست چقدر که بخوای. کوچه ببین، شما وقتی از این خونه میری بیرون ها باید دهنت بسته باشه. یادم نبود چه نمیشه. امیدم تو چه چربونی؟ میشنوی؟ کی؟ من؟ جاسوسی؟ من تقصیر ندارم. آره فقط برای من چربونی. برای یه لقمه نون بده. جاسوسی؟ من تقصیر ندارم. همه دو دارم دارم شخص شخصی زل سلطان که ظاهر شود از اعیان و اشرافت مالک و رعیت بشونی فراهم می شود فوج فوج. پیش از نیمی از مملکت را که در دست انگلستان است در اختیار من می گذارند. شرط کردیم، پذیرفتند. البته آنها هم امتیازاتی می خواستند. آره خب ما پذیرفتیم. حکرانی می خواستند قادر، قهار، قلدر مثل زل سلطان. وعده دادیم، پذیرفتند. اونجا دهانت را باز کن، باز کن زبان. زبانی که هرز بجنبد تا اراده مرا سست کند در دهن باقی نمیگذارد. شاید جمعت کمت من کس کسی از فجولی این لباس چیه تنت کردی لزان زید دزان فکته گم شو. من دیشب سارم دوله ای بزرگا تو خواب دیدم، ایشون سر بی تکلیف فرمودن این خونه هم دیگه امنیت نداره. از اون گذشته ایلسا میراست، اگه نقد باشه که تو بانک محفوظ درسته. بیا بیا آقا اینجا اگه احتیاج به کنده کاری داره به من بگو برم بیل کلنگشو بیارم. قبل از اینکه بیل کلنگ بیاری اینا از خونه من بندازینش بیرون. منا به شما اطمینان ندارم. شما همه دون دست به یک کردن میخواین مال اموال منو به غارت ببرین. بابا توهم زدی. توهم چی شد؟ من دارم به چشم میبینم. شما اونطوری نیاله. My money is ready. پول هست.